سرخط خبرها. حزب الله تلافی کرد حملات گسترده موشکی به سوی سرزمین‌های اشغالی. دومین حمله بامداری مقاومت عراق به سرزمین‌های اشغالی. ادعای اسرائیل بر ترور دو فرمانده یگان موشکی حزب الله. حملات هوایی اسرائیل به زاویه بیروت از 30 بار گذشت. و رویترز هم تایید کرد سید حسن نصرالله زنده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود بر شما. به این سرویس خبری خوش آمدید. و اما مشروع خبرها. حزب الله تلافی کرد حملات گسترده موشکی به سوی سرزمین‌های اشغالی. موج جدیدی از حملات موشکی از سمت لبنان به سوی سرزمین‌های اشغالی در حال انجام است. الجزیره گزارش داد منابع رسانه‌ای در واکنش به حملات ددمنشانه امروز صهیونیست‌ها به زاویه لبنان از موج جدید حملات موشکی از خاک لبنان به سوی سرزمین‌های اشغالی و شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی در صفحه و اصرخان خبر دادند. بر پایه این گزارش، همزمان با فعال شدن آجیل هشدار در الجلیل شمالی، شبکه 12 عبری از اصابت 4 موشک در شهر اشغالی سفید و همیان در منطقه اشغالی الجلیل شمالی در پی حملات موشکی و راکتی از خاک لبنان خبر داد. این شبکه در ادامه سانسور شدید خبری مدعی شد که یک ساختمان در شهر سفید مورد اصابت حملات موشکی حزب الله قرار گرفته و 4 موشک نیز در همیان به نقاطی اصابت کرده است. در همین راستا المیادین از به صدا درآمده آجر هشدار در کرملین در شمال فلسطین اشغالی همزمان با موشک باران گسترده از سمت لبنان خبر داد. از سوی دیگر پایگاه عبری بالا از آماده باش و تشدید تدابیر امنیتی و افزایش آماده باش در یگانهای هوایی و نیروی دریایی اسرائیل در حرس از پاسخ محور مقاومت خبر داد. دومین حمله بامدادی مقاومت عراق به سرزمین‌های اشغالی. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که دومین حمله پهپادی خود به ساعت صبح امروز را علیه صهیونیست‌ها در مناطق شمالی این رژیم به انجام رسانده است. منابع خبری از حمله جدید مقاومت اسلامی عراق با هدف حیاتی در فلسطین اشغالی در کمتر از چند ساعت خبر دادند. خبرگزاری شهاب فلسطین بامداد امروز گزارش داد که هدف نظامی در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله پهپادی جدید مقاومت عراق قرار گرفت. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه دوم بامدادی خود از حمله پهپادی به یک هدف نظامی در فلسطین اشغالی خبر داد. بر اساس بیانیه صادر شده از سوی مقاومت اسلامی عراق، طی این عملیات هدفی در شمال این رژیم مورد حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است رزمندگان ما صبح امروز برای دومین بار هدفی را در جولان اشغالی با پهپاد مورد حمله قرار دادند. کمی پیشتر نیز مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه اعلام کرد هدفی حیاتی را در جنوب فلسطین اشغالی با پهپاد هدف قرار دادیم. مقاومت اسلامی عراق بیان کرد بر تداوم حملات خود به مواضع دشمن با شتابی فزاینده تاکید می‌کند. ادعای اسرائیل در ترور دو فرمانده یگان موشکی حزب الله. ارتش اسرائیل نام فرمانده و جانشین یگان موشکی حزب الله محمد علی اسماعیل و حسین احمد اسماعیل اعلام کرد. اسرائیل در ادامه نیز مدعی شد که فرماندهان میدانی و فعالان دیگری از اعضای حزب الله نیز در جنوب لبنان حذف کرده است. حزب الله تاکنون واکنشی به ادعای جدید اسرائیل نداشته است. این ادعا همزمان با حملات بی‌امان رژیم صهیونیستی به بیروت صورت می‌گیرد، به طوری که ساختمان مناطقی همچون الکفاعات، الشریفات، الحدث و لیلکی در حومه جنوبی بیروت زیر آتش شدید جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. خبرنگار شبکه 12 اسرائیل نیز با تایید این حملات گفت شلیک آتش بدون توقف در زاویه در جنوب بیروت ادامه دارد. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش صهیونیست‌ها ساعتی پیش در کنفرانس مطبوعاتی برای توجیه حملات دیوانه‌وار به حومه جنوبی بیروت مدعی شد در ساعت‌های آینده به تمام راهبردی که حزب الله در زیر 3 ساختمان در قلب زاویه بیروت مخفی کرده حمله خواهیم کرد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در 3 نوبت مناطق مجاور بربک در شرق لبنان را بمباران کردند. منابع خبری پیش از این نیز گزارش دادند که صهیونیست‌ها
در کمتر از یک ساعت گذشته 8 بار به حومه جنوبی بیروت حمله کرده است. در حملات تأخیر دو منطقه الحدث و لیلکی در حومه جنوبی بیروت هدف حمله قرار گرفتند. همزمان نیز خبر رسید که نقاطی در شهر سور در جنوب لبنان نیز بمباران شده است. حملات هوایی اسرائیل به زاویه بیروت 3 بار گذشت. رسانه‌های خبری بامداد شنبه گزارش دادند که صهیونیست‌ها امشب بیش از 30 نوبت حومه جنوبی بیروت را بمباران کردند که این حملات همچنان نیز ادامه دارد. در این حملات ساختمان مناطقی همچون الکفاعات، الشریفات، الحدث و لیلکی در حومه جنوبی بیروت زیر آتش شدید جنگنده‌های صهیونیست‌ها قرار گرفته است. خبرنگار شبکه 12 رژیم صهیونیستی نیز با تایید این حملات گفت شبکه آتش بدون توقف در زاویه در جنوب بیروت ادامه دارد. این در حالی است که حزب الله لبنان بامداد شنبه در بیانیه ای ادعای رژیم صهیونیستی درباره وجود انبار سلاح در ساختمان‌های غیر نظامی را کذب خواند. جنگنده‌های اسرائیل در 3 نوبت مناطق مجاور بلبک در شرق لبنان را نیز بمباران کردند. منابع خبری پیش از این نیز گزارش دادند که اسرائیلی‌ها در کمتر از یک ساعت گذشته 8 بار به حومه جنوبی بیروت حمله کردند. در حملات اخیر دو منطقه الحدث و لیلکی در حومه جنوبی بیروت هدف حمله قرار گرفت. همزمان خبر رسید که نقاطی در شهر سور در جنوب لبنان نیز بمباران شده است. برخی رسانه‌ها نیز ساعت پیش از حمله در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت خبر داده بودند. محله هاره حریک در حومه جنوبی بیروت شامگاه جمعه هدف حمله شدید جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت که در جریان آن تاکنون 6 غیر نظامی لبنانی شهید و 91 تن دیگر زخمی شدند که حال برخی از مجروحان وخیم گزارش می‌شود. و رویترز هم تایید کرد سید حسن نصرالله زنده است. رویترز بامداد شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان گزارش داد که سید حسن نصرالله دبیرکل این حزب زنده است. رویترز همچنین نوشت دفتر مطبوعاتی حزب الله اعلام کرد که اظهارات درباره حملات روز جمعه اسرائیل به لبنان صحت ندارد. رویترز همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان اعلام کرد که هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله نیز زنده است. محافل رژیم صهیونیستی در پی بمباران امروز منطقه زاویه بیروت مدعی ترور دبیرکل حزب الله لبنان در این رخداد شدند. هواپیماهای رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه محلات مسکونی منطقه هاره حریک در زاویه بیروت را به شدت و به صورت پیاپی بمباران کردند. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد هدف این حملات مرکز فرماندهی اصلی حزب الله بوده است. در نتیجه این حمله تاکنون 6 تن شهید و 91 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار المیادین تاکید کرد هواپیماهای رژیم صهیونیستی محلات مسکونی منطقه هاره حریک در زاویه جنوبی شهر بیروت را به شدت بمباران کردند. خبرگزاری فلسطینی سامان نیوز نیز در این باره گزارش داد که ارتش رژیم اشغالگر 10 بار زاویه جنوبی بیروت را بمباران کرد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این باره ادعا کرد که این رژیم مقر مرکزی حزب الله در زیر ساختمان‌های مسکونی در قلب زاویه جنوبی بیروت را بمباران کرده است. سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. تا درودی دیگر، بدرود.